با درود سلام، باز هم به یکی دیگر از ویدیوهای ما خوش آمدید. لطفاً تا پایان این ویدیو با ما همراه باشید و برای حمایت ما چینل ما را سابسکرایب نموده و زنگ آگهی را فشار دهید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. امرالله صالح و نصف از اعضای خانواده و دفترش به کرونا مبتلا شدند. امرالله صالح گفته است که بیشتر از نصف اعضای خانواده و دفترم به کرونا مبتلا شدند. با گزارش از بی بی سی، در حالی که شمار بیماران مبتلا به کووید 19 در افغانستان به بیش از 18000 نفر رسیده است، امرالله صالح معاون اول رئیس جمهوری افغانستان امروز خبر داده که بیشتر از نصف اعضای خانواده و اعضای دفتر خودم اکنون به کرونا مبتلا شدند. آقای صالح در صفحه فیسبوکش نوشته است که کشور اکنون در بدترین مرحله از شیوع این آفت و ویروس قرار دارد. در همین حال معاون اول ریاست جمهوری در صفحه فیسبوک رسمیش چنین نگاشته است: هموطنان گرامی، کرونا آفت همگیر و جدی است. لطفاً توصیه و حرفهای علمی وزارت صحت عامه را مد نظر داشته و بالای خود و خانواده هایتان تطبیق نمایید. ما همه دست به کار هستیم تا آسیب های ناشی از این ویروس مهلک را کم سازیم، اما هیچ کس در امان نیست. بیشتر از نصف اعضای خانواده و اعضای دفتر خودم اکنون به این درد گرفتار شدند. کشور اکنون در بدترین مرحله از شیوع این آفت و ویروس قرار دارد. ما همه این مراحل را از قبل پیش بین بودیم. دولت با تمام منابع و توان در خدمت شماست. همکاری شما شدت و پهنای این بحران را کم می سازد. به خاطر خود و خانوادهتان با وزارت صحت عامه همکار باشید. این در حالی است که با توجه به بالا رفتن سرسام آور گرفتار شدگان به بیماری کرونا و کمبود امکانات صحی در افغانستان، کمیته بین المللی نجات در اعلامیه که به روز دوشنبه نشر کرد هشدار داده است که ویروس کرونا افغانستان را با فاجعه انسانی روبرو کرده است. در این اعلامیه همچنان آمده است که بیماران کووید 19 در افغانستان به دلیل محدودیت امکانات آزمایش ویروس شناسایی نمی شوند. همچنان در این اعلامیه آمده است که با وجود افزایش سرسام آور مبتلایان به این بیماری در افغانستان، از 80 تا 90 درصد مبتلایان بالقوه به کرونا آزمایش نمی شوند. سرپرست جدید وزارت بهداشت وعده اصلاح نظام بیمارستان ها را داده است. احمد جواد عثمانی کارش را به عنوان نامزد وزیر و سرپرست جدید وزارت صحت عامه افغانستان آغاز کرد. آقای عثمانی روز گذشته از سوی اشرف غنی رئیس جمهوری این کشور به عنوان سرپرست و نامزد وزارت صحت عامه معرفی شده است. در مراسمی که امروز پنج شنبه 15 جوزا در وزارت صحت عامه برگزار شد، آقای عثمانی مبارزه با ویروس کرونا، آوردن اصلاحات در نظام بیمارستان ها، بهبود عرضه خدمات صحی و رسیدگی به نیازمندی های مردم را از اولویت های کاریش خواند. آقای عثمانی به برخی از چالش ها از جمله مشکلات در بیمارستان ها گفت که مسئولان بیمارستان ها نتوانستند که به دلیل ارائه کیفیت پایین خدمات صحی اعتماد مردم را جلب کنند. به گفته وی پس از شیوع کرونا در این کشور این چالش بیشتر رونما شده است. او در ادامه افزود که شکایت ها از بیمارستان های ویژه کرونا شده است. به دلیل نبود امکانات کافی بیماران ترجیح می دهند به جای مراجعه به بیمارستان در خانه بمانند و این موضوع به گفته وی درد آور است. سرپرست جدید وزارت صحت گفت که پس از این تمامی فعالیت و تلاش هایی که در راستای مبارزه با کرونا صورت می گیرد هماهنگ خواهد شد و طرح‌های عملی تر و یک راهکار واضح برای مبارزه و پیشگیری کرونا روی دست گرفته خواهد شد. او همچنین گفت که ظرفیت تست افراد مشکوک بلند برده خواهد شد، اصلاحات نیز در مراکز تجدید به وجود خواهد آمد تا بیماران به این مراکز مراجعه و دوران نقاهت بیماری را در آنجا بگذرانند. سرپرست جدید وزارت صحت درباره تغییرات اساسی در نظام بیمارستانی افغانستان گفت که با عملی شدن آن مردم شاهد بهبود خدمات صحی در شفاخانه ها خواهند بود.
آن طور که آقای اسمانی توضیح داد، از 1.5 دهه به این سو خدمات صحی در 31 ولایت توسط موسسات خصوصی و تنها در 3 ولایت دیگر این کشور توسط وزارت صحت عمومی افغانستان ارائه شده است. به گفته وی این خدمات درمانی از نظر ساختاری، کمیت و کیفیت و از نظر چگونگی قراردادها، نظارت و ارزیابی جدن نیاز به بازنگری دارد. 300 نفر قربانی کرونا در افغانستان. در همین حال وزارت صحت افغانستان از جان باختن 6 بیمار مبتلا به کرونا و شناسایی 787 مورد جدید ابتلا در شبانه روز گذشته خبر داد. موارد جدید در پی آزمایش 1296 واقعی مشکوک به دست آمده است. 323 مورد جدید در کابل، 100 در رویداد در هرات، 65 واقعی در قندهار و متبقی در دیگر ولایت های این کشور شناسایی شده است. بر اساس آمار رسمی، شمار مجموعی مبتلایان به کووید 19 در افغانستان به 18054 نفر رسیده است که 300 نفرشان جان باختند. شمار بهبود یافتگان هم بیش از 1500 نفر رسیده است. در حال حاضر کابل با 7113 واقعه مثبت، هرات با 3227 مورد، بلخ با 1213 رویداد مثبت 3 ولایتی اند که بیشترین واقعات مثبت در آن شناسایی شدند. اعلانات فوتی در شبکه‌های اجتماعی. باور عمومی در افغانستان این است که شمار بیماران مبتلا به کرونا و قربانیان در افغانستان بیشتر از آن رقمی است که وزارت صحت عامه اعلام میکند. این روزها اعلانات مرگ افراد در شبکه‌های اجتماعی در افغانستان به شکل بی‌سابقه افزایش یافته است. با مرور کوتاهی در شبکه‌های اجتماعی ده‌ها آگهی فوت افراد مبتلا به کرونا و افرادی که علت مرگ ذکر نشده به چشم می‌خورند. یا در موارد دیگر کاربران فیسبوک در افغانستان از مبتلا شدن عزیزانشان به کرونا می نویسند یا تجاربشان را از چگونگی سپری کردن دوره بیماری را با کاربران دیگر شریک می کنند. این در حالی است که مسئولان همواره از جدی نگرفتن قرنطینه و محدودیت ها توسط شهروندان ابراز نگرانی کردند. کابل و برخی دیگر از بزرگ شهرهای بار دیگر پر جنب و جوش شده و توصیه های بهداشتی کمتر رعایت می شود. روز گذشته دفتر مطبوعاتی سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری، از تایید طرح مرحله‌وار تنظیم کار و روش های پیشگیرانه در مرحله شیوع ویروس کرونا خبر داد. این اداره با نشر یک اعلامیه گفته بر اساس این طرح، تدابیر برای مبارزه با شیوع ویروس کرونا در 3 مرحله کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در نظر گرفته شده است. بر اساس این طرح قرار است در 3 ماه اول پوشیدن ماسک، حفظ اجتماعی، جلوگیری از تجمعات، زودفونی کردن محیط کاری و فراهم ساختن وسایل بهداشتی از سوی ادارات و نهادهای خدماتی و تولیدی برای کارمندان و کارگران و رعایت شفت‌های کاری در ادارات دولتی الزامی شود. این طرح از سوی کمیته ویژه مبارزه با شیوع ویروس کرونا تایید شده و قرار است برای تصمیم نهایی که به کابینه ارائه شود. از سوی دیگر به تازگی مقام‌های عالی رتبه حکومت اعلام کردند که افغانستان به سمت نقطه اوج فلاکت ویروس کرونا در حرکت است و کشور به آن نقطه نزدیک می شود. آمارهایی که از سوی وزارت صحت عامه به نشر می رسد نیز بیانگر نزدیک شدن به نقطه اوج کرونا است و هر روز شمار مبتلایان به این ویروس افزایش می یابد. همزمان با این شماری از شهروندان از ارائه خدمات صحی در کشور شکایت دارند. شماری از شهروندان ادعا دارند که نهادهای صحی با مراجعه کنندگان رفتار درست ندارند و به مشکلات صحی آنها توجهی نمی کنند. در عین حال به بعضی از تصاویر در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می شود که بیانگر غیبت کارمندان صحی در شفاخانه ها است. در این نوار تصویری و وضوح دیده می شود که مریضان با مرگ دست و پنجه نرم می کنند، اما دکتران و پرستاران برای مراقبت از بیمار در شفاخانه وجود ندارد. این نوار تصویری انتقاد تند شهروندان را برانگیخته است و آنها را از نارسایی و کمکاری مسئولان در شفاخانه ها شکایت دارند.
دوستان عزیز، سپاس از اینکه تا پایان ویدیو با ما همراه بودید. لطفاً برای جدیدترین و بهترین ویدیوها و مطالب ما از افغانستان، منطقه و جهان چینل ما را سابسکرایب نموده و زنگ آگهی را فشار دهید. همچنان برای بهبود هرچی بیشتر برنامه‌های بعدی ما، نظریاتتان را با ما شریک سازید. تا ویدیو و مطالب بعدی، بدرود.